به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد در قسمت پیشین شنیدیم هنگامی که منوچهر شاه از راز مهر ورزی زال و رودا به آگاه شد برا و به سام دست داد تا هرچه زودتر به هندوستان برود و کاخ مهراب و کابلستان را با خاک یکسان کند بگونه ای که نشانی از بازمان نگان زهاک بر جای نماند زال هم که دل در گروه مهر رودا داشت نزد پدر دادخواهی کرد و گفت مردم همه از دادگری تو شادند به من که گرچه فرزند تو هستم از آن بی بهره مندم. سام فرزند را به نرمی پذیرفت و گفت فرزندم نگران مباش باشد که تو را به آرزویی که در دلداری برسانم نام ای به شاه منوچهر می نویسم و دست تو می سپارم تا خود آن را نزد او ببری و اما ادامه داستان سام جهان پهلوان در نامه ای که برای منوچهر پادشاه ایران زمین نوشت از دلاوری هایش در جنگ ها سخن گفت و یادآور شد که اکنون من پیر و ناتوان شدم و سزاوار است که پسرم جانشین من شود و به خدمت تو کمر ببندد بیگمان شهریار ایران آگاه است که من با زال پیمان بستم به خاطر ستمی که در کودکی بر او روا داشتم وی را یاری کنم و به آرزوهایش برسانم اکنون زال دلباخته ی رودا به دختر محراب شده است و در این راه از مرگ هم باکی ندارد او را با دلی دردمند اما امیدوار به درگاه تو میفرستم تا شاه دربارش چنان که سزاوار بزرگان است فرمان دهد چون نامه به پایان رسید زال آن را برداشت بر اسبی بات پا نشست و به سوی دربار ایران شتاف به نزد منوچهر شد زال زر چنان شد که گفتی برآورد پر به اندر آمد که زین را ندید همان نقل اسبش زمین را ندید زال زر هنگامی که به نزدیک منوچهر شاه رسید زمین را برای درود و سپاس بوسید و نامه را برای پادشاه ایران زمین خواند. شاه ایران به دیدار زال زر شاد شد لبخندی زد و گفت کار دشوار تو بر من سخت گران آمده است اما چون سام پیر درد مندانه از من خواسته است تا از گناه تو بگذرم چار ای جز پذیرش ندارم اکنون بهتر است چند روزی در کنار من بمانی و بیاسایی و سپس شادمان و کام روا به نزد سام بازگردیم. روز دیگر شاه دستور داد مجلس بزمی آراستند جشن و پای کوبی به راه انداختند آنگاه ستاره شناسان را فراخواند تا درباره کار زال و آینده او پژوهش کنند ستاره شناسان آینده روشنی را برای زال پیشگویی کردند زبان برگشادند بر شهریار که کردیم با چرخ گردان شمار از این دخت مهراب و از پور سام گوی پرمنش منش زاید و نیک نام همش برز باشد همش شاخ و یال به رزم و به بزمش نباشد همال کمر بسته شهریاران بود به ایران پناه سواران بود شاه از این مجد شادمان شد و پاسخ نامی سام را نوشت و به زال سپرد و او را به سوی سام روانه کرد سام از پاسخ شاه چنان خشنود شد که بیدرنگ مجده به کابلستان فرستاد و به مهراب خبر داد که پادشاه ایران پیوند زال و رودا را پذیرفته است مهراب کابلی نیز دستور داد سراسر کابلستان را آراستند و جشن بزرگی برپا کردند همه کابلستان شد آراسته پر از رنگ و بوی و پر از خاسته همه پشت پیلان بیاراستند به دیبای رومی بپیراستند نشستند بر پیل رامشگران نهادند بر سر زر و افسران انگاه به آرایش روداوه پرداختند او را چون بهشت آراستند جامه های زربافت بر تنش پوشاندند و بر تختی زرنگار که پایه از یاقوت سرخ بود نشاندند و چشم به راه ایرانیان ماندند زال که هنوز خستگی راه دراز از تنش به در نرفته بود بیقرار نزد سام رفت و گفت ای سپه بود اگر دل روشنت بخواهد خوب است راهی کابل شویم تا میزبانان بیش از این چشم به راه ما نمانند سام دانست که در دل او چه می گذرد برخاست و بازال و گروهی از سپاهیان و بزرگان روانه کابل شدند به کابل رسیدند خندان و شاد سخنهای دیری نکردند یاد همه شهر زاوای هندی درای زنالیدن بروت و چنگ و نای تو گفتی در و بام رامشگر است زمانه به آرایش دیگر است مهراب و بزرگان کابل به پیش باز سام و زال رفتند و بر آنان آفرین گفتند آنگاه همه به ایوان شاهی باز آمده به آیین ایرانیان پیمان بستند و رودابه را به همسری زال برگزیدند بفرمود تا رفت مهراب پیش ببستند عهدی به آیین و کیش زال را در کنار رودابه بر تخت زرنگار نشاندند تاجی از زر ناب بر سر زال و تاجی از گوهرهای شاهوار بر سر رودابه نهادند آنگاه بر آنان گوهر افشانی کردند به یک تختشان شاد بنشاندند عقیق و زبرجد بر سر شاه با گوهر زرنگار سر ماه با گوهر شاهوار سام چند گاهی در کابلستان بود و چون هنگام بازگشت فرا رسید سپاه را خبر داد زالزر دست دور داد تا کجاوه ای زیبا ساختند و روداوه را در آن نشاند و با تمام بستگانش روانه سیستان شدند سام در نیم روز جشنی نو برپا کرد آنگاه زال را فرا خند و گفت خدا را سپاس میگویم که تو سرانجام به آرزویت رسیدی اکنون هنگام آن فرا رسیده است که من سپاه بردارم و به گرگ ساران و مازندران بازگردم تا آشوب گران آن سامان را سرکوب کنم تو را بر جایگاه خیش می نشانم که از نیم روز پاسداری کنی و به آبادی شهرها و دادگری میان مردمان بکوشیم. رسیدند پیروز در نیم روز همه شاد و خندان و گیتی فروز چو زال گرام مایه نیک نام به کام دل خیش تندید سام سپردانگهی پادشاهی به زال برون برد لشگر به فرخنده فال سوی گرگ ساران سوی باخ در درفش خجسته برافراخت سر چندی بعد رودا به بار دار شد و چنان به رنج افتاد که چهره ارقوانی رنگش به زردی گرایید زمانی که هنگام به دنیا آمدن کودک رسید از سستی و ناتوانی بیهوش شد بسی بر نیامد بر این روزگار که آزاد سرو اندر آمد به بار چنان شد که از او رفت یک روز هوش از ایوان دستان برآمد خروش یکا یک به دستان رسید آگهی که پژمرده شد برگ سرو صحی به بالین رودابه شد زال زر پر از آب رخسار خست جگر زال درمانده از کار رودابه به اندیشه فرو رفت ناگهان پرهایی را که سیمرغ به او داده بود به یاد آورد و چنانکه آن مرغ دانا سفارش کرده بود آتش افروخت و پری از پرهای او را در آتش افکند ناگهان سیمرغ همچون ابری در آسمان نمایان شد و به زال مژده داد و گفت غمگین مباش به زودی دارای فرزندی میشوی نامجوی چنانکه شیر به پابوسش میآید و ابر از بیم او نمیتواند از فراز سرش بگذرد چون این کودکی به آسانی زاده نمی شود. همه کنون پزشکی دانا بیاور تا پهلوی مادر را بشکافد و کودک را بیرون آورد. سپس پر مرا بر زخم رودا به بمالد تا زخم خوب شود. زال چون این کرد و پزشکی چیر دست را بر بالین رودا به آورد. پزشک رودابه را نخست بیهوش کرد و آنگاه با خنجری آبگون پهلوی او را شکافت و کودکی درشت اندام سرخ موی و زیبا روی را از شکم مادر بیرون کشید یکی بچه بود چون گوی شیر فش به بالا بلند و بدیدار کش همه موی سر سرخ و رویش چو خون چو خورشید رخشنده آمد برون شگفتن در او مانده بود مرد و زن که نشنید کس بچه پیل تن. رودابه چون به هوش آمد شادمان شد جشن بزرگی از زابل تا کابل برپا کردند و نام کودک را رستم گذاشتند رستم روز به روز تر و نیرومندتر میشد ده دایه به او شیر میدادند و در خوردن و نوشیدن چنان بود که همه شگفتی میکردند تا آنکه پا به هشت سالگی گذاشت آنقدر بلند بالا و برومند شده بود که هر کس او را می دید به یاد سام جهان پهلوان می افتاد. چون سام از زاده شدن رستم آگاه شد شاد گشت و خدا را سپاس گفت. او کودک را دید و صورتش را بوسید. آنگاه دستور داد تا یک ماه در شهر جشن بگیرند و شادمانی کنند. پس از پایان جشن زال را پند و اندرز بسیار داد و دیگر بار به گرگ ساران بازگشت روزی زال و رستم در بوستانی نشسته بودند زال از فرزندش خواست تا سپاهیان را با داد و دهش شادمان کند آنگاه خود به خواب گاه رفت تا بیار آمد. رستم زر و گوهر و اسب و استر به پهلوانان بخشید سپس به خوابگاه خودش رفت و خوابید اما هنوز خواب به چشمانش نیامده بود که سر و صدایی شنید برخاست و پرس کرد به او خبر دادند که پیل سپید که یکی از پیلهای زال بود بند را بریده و گریخته و به مردم گزنده بسیار رسانده است رستم نوجوان بیدرنگ گرز پدر بزرگش سام را برداشت و رفت تا پیل را به بند آورد همی رفت تازان سوی ژنده پیل خروشنده مانند دریای نیل چو پیل دمنده مرو را بدید به کردار کوهی بر او دوید برآورد خرطوم پیل ژیان بدان تا به رستم رساند زیان تهمتن یکی گرز زد بر سرش که خم گشت بالای کوه پیکرش رستم پیل سپید را کشت زال از این همه دلیری فرزند نوجوان خود شگفت زده و شادمان شد او را پیش خود خواند و گفت هنگام آن رسیده است که به خونخواهی خواهی پدر بزرگم نریمان به کوه سپند بروی در آنجا دژ محکمی است با دیوارهایی از سنگ و کشت زارهایی سر و زیبا نریمان که به دستور فریدون شاه سپاه به آنجا برده بود در جنگ با مردم آن دژ راه به جایی نبرد آنان سنگی از فراز کوه بر سرش انداختند و او را کشتند سام نیز برای گرفتن آن دش کوشش ها کرد اما پیروز نشد اکنون تو با دلیری و کاردانی که داری خود را به شکل ساربانی درآور و بار نمک که آنان خواهانش هستند بر شتران ببند و چنان زیرکان وارد دشو که تو را نشناسند آنگاه شبانه با کشتن نگهبانان دروازه دژ را به روی یاران خود بکشای و آنجا را از وجود دشمنان پاک کن